طرف پایینه. بعد شما باید برید یه جایی رو نشون دادن، البته الان باید وقت بگیرن که ببرن برای چکاپ و اینا، ببینن چرا به طرف پایینه. بله. باید به طرف بالا باشه که این به طرف روش باشه. نه بله بله صد درصد. میخواستم ببینم به نظر شما این بچه الان 7 ساله که 44 اینچه دختر بچه است، به نظر شما چطوریه؟ باید چیکار کنیم که این روش بکنه، قدش بلندتر باشه؟ چون توی مدرسه خیلی ناراحت، خیلی بچه حساسیه، میگه من از همه کوچیکترم، اینا ناراحته. خواستم ببینم چیکار باید بکنه. بسیار خوب، چشم، مرسی. و یه سوال دیگه داشتم، من شوهرم خون دماغ میشه. خب میخواستم ببینم، بعضی وقتا معلوم نیست که مثلا یه دفعه صبح میشه، یه دفعه شب میشه، نه ماهی یه بار، سه بار میشه، ماهی یه بار میشه. خواستم نم از چیه، از تلویزیون گوش میدم. مرسی، متشکرم، خواهش میکنم. بله خب، بچه که چه بسا 7 ساله و 44 اینچه، تقریبا میشه گفت یه ذره از حد طبیعی کمتره و این باید واقعا بررسی بکنید، یعنی آزمایش بکنن، پیش دکتر حتما ببرین آزمایش بکنن که ببینم مثلا مقدار گروت هورمونش مثلا کافی هست، الان گروت هورمون در چه وضعی هست، اینا هم از لحاظ خون میتونن بگیرن و خب تمام بررسی ها رو بکنن از لحاظ هورمون ها مخصوصا که ببینن چی پایینه. این خیلی مهم، من واقعا نمیتونم الان بگم چی بگم براتون. در مورد خون دماغ شوهرتون که البته خب داروی هومیوپاتی هست که خیلی زود میتونین بخوره و خوبش بکنه، اسمش هممالیس هست، هممالیس تریسی، هممالیس سی سی بگیرین و سه تا قرص زیر زبون سه بار در روز، این کاملا این رو از بین خواهد برد. بفهم رو خط هستید. سلام علیکم. سلام علیکم. قرار بود با آقای خوشبین صحبت کنید. بله بفهمید، در رو خط هستید، بفهمید. آقای خوشبینی سوال داشتم، با سلام ببخشید. خواهش می‌کنم. سوال داشتم در مورد این کمکاری تیروئید. بله. که چه غذاهای خوبی برای اینکه غده تیروئید رو به حساب تحلیل کنه که بهتر کار کنه. دخترم 28 سالشه، گفتن تیروئیدش در حد پایین نرماله، یعنی اونقدر نیست که بخواد قرص مصرف کنه. بله. و خب پایینه چون الان اضافه وزن داره و نمیدونم و سر مسئلش. بسیار خوب، چشم. بله، در مورد تیروئید به طور کلی داروهایی که میشه برای استفاده کرد که تیروئید رو اصطلاح به کار بندازه و خوب کار بکنه، اولین چیز یوده، یعنی تیروئید احتیاجی به یود داره و یود رو شما از کجا میتونین بگیرین؟ از غذاهای دریایی. اول غذاهای دریایی تماما دارای یود هستن و بعدش البته خزه دریایی، مثلا حتی مثلا ماهی، خزه های دریایی، اینا همه رو میتونین شما استفاده بکنین. دوم چون که یود رو هم میتونید از به طور بسیار طبیعی بازم از لوگل سولوشن بگیرید. لوگل سولوشن داره یوده که هم یودور پتاسیم داره و خود یود رو توش داره و این رو مثلا حتی یک قطره میتونین در روز بخورید، یعنی برای تیروئید کمک بزرگی هست. یک قطره از این توی یک لیوان آب به اضافه حتی سرکه سیب میتونیم بریزیم توش که کاملا جذب بکنه و این رو استفاده بکنید. این به طور کلی خیلی کمک میکنه برای اینکه برای سلامتی تیروئید شما. بفرمایید، خواهش میکنم، رو خط هستید. الو بفرمایید. الو، خسته نباشید دکتر. متشکرم، مرسی، بفرمایید، خواهش میکنم. ببخشید، من مشکل من حدود 3 سال هست که شنگردن درد و شونه درد بسیار شدیدی دارم. دکتر رفتم، اکسره گرفتن، سیتیسکن شدم، همراه رفتم آزمایش خونم دادم و گفتن هیچ مشکلی نداری. حتی دکتر این مدت می رفتم کارپراکتی بهتر بودم، ولی مشکل من واقعا خیلی خاصه. اصلا هیچ تکون نمیتونم بخورم، حتی به حدی که دستم رو که میارم بالا سرم رو بشورم برای من خیلی زرد آوره، بشونه و گرده من خیلی بشار میاره. بله بله. الان خطور اونم واقعه همی آیا واقعا هست برای این یا نه؟ و سوال دیگر من اینه که اگر راه حلی نیست من چه کار میتونم بکنم؟ چون الان 3 سال واقعا تکون خیلی زیاد نمیخورم و اضافه وزن بسیار زیادی دارم. آیا واقعا اگر درد رو تحمل کنم و ورزش بکنم این به ضرر من هست یا نیست؟ سوال من اینه. بسیار خوب، مرسی.
بله، البته گردن درد و شونه درد باید ببینین که از چه نوع هست، که چون که بعضی اوقات هست که شما میتونین به عنوان ورزش بکنید و این ورزش اذیت نکنه، ولی بعضی اوقات هم هست که مثلا تندون پاره شده یا این جوینت و اینها، این ورزش اصلا براش خوب نیست. اینی که اینو باید حتما از دکترتون بپرسیم، ولی من فکر کنم که ورزش براتون خوب نباشه به دلیل اینکه این الان گردن درد و شونه درد و این چیزایی که دارین شما و میگین که سال هاسینه دارین و این کمک و خب اذیت میکنه. معمولا کاری که میخواین باید بکنید این هست که میتونید از داروهای هومیوپاتی استفاده کنید. یکی از بهترین داروها برای این موارد هایپریکوم 200، هایپریکوم 200 رو استفاده کنید، بسیار داروی خوبیه، زیر زبون 3 تا قرص 3 بار در روز، این میتونه خیلی کمک بکنه که واقعا یک مقداری درد رو از بین ببره. بفرمایید، خواهش می‌کنم رو خط هستید. بله بفرمایید. بله خودم هستم، بفرمایید، خواهش می‌کنم. سلام. سلام بر شما جانم. سلامت باشین، مرسی. یه سوال داشتم جانم. من الان حدود 2 تا هست گلومورای سفید بخونم، مراقبت داره میره بالا به رسید 11. اصلا بیرم مطمئنن به خاطر افونت نیست، به خاطر اینکه 2 سال طول کشیده. بله. یعنی آهسته آهسته میره بالا یا یه دفعه مثلا گرفتیم بالا بوده؟ حتی در دفعه 2 سال مثلا از 4 خوده این شروع که دارن اصل 11. شما شده که مثلا عصرها خسته باشین، تب بکنین، درز داشته باشین عصری معمولا یا شب؟ بعضی وقتا هست اینجوری. بله. عرق شبانه هم دارین؟ شب عرق میکنین؟ خیلی کم. خیلی کم، مرسی، متشکرم، براتون توضیح میدم، مرسی. خواهش میکنم. بله، نگاه کنین، شما 100% عفونت در بدنتون هست به دلیل اینکه این چیزایی که گفتین، بعد از ظهر عرق کردن، عرق شبانه و بعد از ظهر یه مقداری که میگه خودتون گفتین تب و اینها میکنید، این دلیلش این هست که ریه های شما احتمالاً ناراحت هست. اینا حتما به دکتر مراجعه کنین و بهش بگین که از ریه‌تون هم عکس بگیره و تا ببینه که چی پیدا میکنه، به دلیل اینکه این نشون دهنده معمولاً این هست. البته نه اینکه بگم 100%، ولی معمولاً در طب چینی این حالت در این زمان اینجوری هست، دیاگنوزش به این صورت. و حتما اینو شما عکس بگیرین، ضرر نداره عکس ریه‌تون بگیرین و که ببینیم چی نشون میده. بفهمید، خواهش من رو خط هستید. سلام آقای دکتر. سلام بر شما جانم. بله، من دو سوال داشتم بپرسم. بفرمایید. که خاله من آزمایش کردن از سینه‌شون و رحمشون، بله، گفتشون گفتن سیست دارن و درد داره سینه، سیست سینهشون، اون دوایی وجود داره که این سیست رو خوب کنه از بین ببره؟ یکی هم که خودم رفتم دکتر، وزنم 115 پوند و 5 پیت هم هستن، دکتر هم میگه تو در خطر پوک استخون هستی چون لاغر هستی. این درسته؟ با اینکه من ورزش میکنم، وزن برداره میکنم، خواستم راهنمایی من بکنید لطفا. خواهش میکنم. چشم، مرسی. بله. بله، سیست کاملا از بین میره با دارو، از بین میره. چند تا دارو، یکی از اون رو براتون معرفی میکنم، لوگول سولوشن. لوگول سولوشن را میتونین یک قطره رو توی یک لیوان آب بریزید و یک قاشق هم سرکه سیب روش بریزین، هم بزنین و روز یک بار بخورین. این چون به دلیل اینکه به اصطلاح یود داره، این یود میتونه اون سیست رو کاملا از بین ببره و برای مدتی چند ماهی البته باید بخورین، چون روز یک قطره همش میخورین نمیبین. و بیگه همین بود مسکه دیگه. بله، کیست توضیح دادم براشون. بله، همون کیست سیسته. بله بله، بسیار. لاینه یک دو. اوکی، بفرمید. الو بفرمید. سلام های دکتر. سلام، خواهش میکنم. مثلا سوال داشتم از خدمتتون. من پسرم 22 سالشه و ماهیچه‌هاش ضعیفه، میخواستم ببینم از نظر تغذیه چیزی هست که کمکش کنه ماهیچه‌هاش قوی بشه یا دارویی شما داشته باشین. و خودم هم قسمت به مزرعه میخوام، باسن سمت چپم 2 روز درد گرفته که دردش میزنه به پام و خیلی اذیتم میکنه.
شب اتفاق میفته. میخوام ببینم که چیه؟ علتش چیه و چی کار باید بکنم. پسر آهان 22 سال بودی مایچاش بعد. بسیار خوب چش. بله، برای اینکه گفتین که مایچاش ناراحتش میکنه و درد داره و اینها، این علتش این هست که خب ممکنه که به اصطلاح گرفتگی مایچه داشته باشه. من معمولا گرفتگی مایچه علتش این هست که کمبود مگنزیوم در بدن هست. یعنی مگنزیوم باید حتما استفاده کنه. مگنزیوم هست به نام مگنزیوم کلوراید میتونه استفاده بکنه یا مگنزیوم سیتریت، از همه چی بهتره. اگه خواستیم میتونید از آفیس من بگیرین، اگه نه از داروهای از هلت فود استورا بگین مگنزیوم سیتریت میخواین و اینو روز یه دفعه یا دو دفعه بخوره استفاده کنه. دردی که شما حس میکنین درد سیاتیکه و این دلیل درد هم به این صورت هست که پشت شما احتمالاً یه ناراحتی داشتین قبلا، یا اینکه چیز سنگینی بلند کردین، در مایچه‌های پشت گرفته شده، عصب پینچ شده و این عصب که پینچ میشه از سیاتیک میره پایین و روی این اصلا که شما درد زیادی رو در پاتون احساس میکنین. بنابراین درد مربوطه به واقعا پشته، یعنی که استراحت میخواد یه مقداری، به اضافه اینکه اگه از داروی هایپریکوم استفاده کنین میتونه کمکتون بکنه. هایپریکوم 200. بفهمید خواهش من رو خط هستید. سلام علیکم آقای دکتر، خسته نباشید. متشکرم، مرسی. خواهش می‌کنم نتل که شما فرمودید سلیکا داره، هر روز اگر یک کم بخوریم ضرر نداره که؟ نه، چرا ضرر داشته باشه؟ نه، بسیار خوبه. بعضی وقت گاو زبان و سمبولیتی می‌خواستم اسم انگلیسیشو بگیم و گاو زبان می‌خواستم ببینم فشار نمیبره بالا، فشار خون. گل گاو زبان معمولا فشار رو بعد بیاره پایین به دلیل اینکه ریلکس می‌کنه. بعد اسم انگلیسی گاوزبان سومبولتی میشه والریان، گاوزبان هم میشه یادم رفته متاسفانه، میبخشید. ولی یه سوال دیگه هم داشتم. سوربیتول ضرری نداره در ریسکیوری؟ سوربیتول سوربیتول چیز بیخودیه. سوربیتول ضرر داره. چرا؟ خیلی ضرر داره. من قند مصنوعیه برای اینکه بعد آخه در ریسکورمیتی داره. این ریسکورمیتی شما فرمودین از هول فود استور بخرم، من خوندم نوشته سوربیتول داره برای قندش، نمیدونم. آها، اگه سوربیتول داره خب به درد نمیخوره، چیزی بعد بگین سوربیتول نداشته باشه. بله، خیلی ممنون. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خدا نگهدارشون. بفرمایید خواهش میکنم، رو خط هستید. الو. بله بله، بفرمایید. سلام، من آقای دکتر، ممنون از برنامه خوبتون. خواهش میکنم. جواب اون خانم که سوال کردن برایل رو میگن برایل؟ برایل. آها، برایل، ببخشید، آن برایل نه برایل نیست، برایل اون برایل. بله، گل گاف تمام میشه برایل. بله بله، متشکرم. بله، یادم افتاد، برایل. بله، خاطر من اینه که میخواستم ببینم کوکونات اویل رو برای غذای سرخ کردنی میتونیم استفاده کنیم، اگه کسی کلسترول داشته باشه میتونه استفاده کنه. خیلی خواهش میکنم. چشم، مرسی. خواهش میکنم. بله، کوکونات اویل بهترین روغنی هست برای سرخ کردن، چون که در حرارت بالا رو میتونه تحمل بکنه و بنابراین خراب نمیشه. ولی خب زیادش خوب نیست، برای اینکه بازم کوکونات اویل یه مقدار روغن اشباع شده، چربی اشباع شده توش داره. بنابراین بعد اونم دقت کرد که زیاد ازش استفاده نکنیم، ولی به طور کم البته میتونیم بخورین و هیچ مسئله پیش نمیاره. بفرمایید، خواهش من رو خط هستید. علی، سلام علیکم. سلام بر شما، متشکرم. ببخشید، من یه سوال داشتم راجع به سیست کلیه. اینو چجوری میشه از بینش برد؟ چون من یه آزمایش کردم، بعد گفتش که یه دونه سیست کلیه داری. و درد چیزی هم، یعنی چون درد چیزی نداره، گفتش که همینجوری بهش دست نمیزنیم. بله، بعد باش بسازیم. بسیار خب، چش براتون میگم. بعد یه سوال دیگه هم داشتم راجع به اگر لطفاً راجع به سوزش و خارش دستگاه تنفسی، چه چیزی رو مثلا میشه رعایت کرد، یا این چیزی رو خورد که چشم بشه از خارش چه جوری گیری کرد؟ چشم، مرسی، خیلی ممنون. خواهش میکنم. بله، سیست کلیه داروهایی داریم، داروهای هومیوپاتی بسیار خوب که میتونید ازش استفاده کنید. البته داروی یووایورسی رو میتونید استفاده کنید برای کلیه، شاتاواری خوبه برای کلیه، و از لحاظ طب هومیوپاتی ایپیس میتونید استفاده کنید، بسیار عالیه برای سیست کلیه، ایپیس تریسی. در مورد سوزش و خارش دستگاه تناسلی، بعد این رو بدونین که معمولا علت سوزش و خارش دستگاه تناسلی میتونه فانگس اینفکشن باشه، یعنی بیماری قارچی. خیلی ها قارچ میگیرن به دلیل اینکه هر جایی که رطوبت باشه قارچ وجود داره،
هر جایی که رطوبت باشه و جایی هم تاریک هم باشه، دومیش که 100% قارچ وجود داره. بنابراین همیشه اینو سعی بکنین که وقتی که صبح حموم میرین